الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برندگان عزيز وعرجمنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إیکي از رواياتي در باب السبر اومده روایت أنا ابن مالك رضي الله تعالى عنه سیدنا انس رضی الله تعالی عنه داستان وفات برادرش را برادری رو که از مادرش بود برادر مادری خودشان را بیان می کند و این روایت چهل و پنجم این کتاب ریاض الصالحین هست وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي أبو تلحي أنصاري رضي الله تعالى عنه شوهر مادر أنس بوت أنس ابن مالك بعد از اینکه فوت كردن و أنس به دنیا دو ساله بود كي در واقع دوباره ازدواج کردند و ابو تلحه انصاری شوهر مادر انس بود که رومیسا یا همون ام سلیم هست ام سلیم بنت ملحان هست انس رضی الله تعالی این حکایت را برای ما بیان می کند که یکی از نمونه های صبر هست در هنگام وفات فرزندان ایشان میگوید که ابو تلحه فرزندی داشت بیمار بود یک روزی تلحه از خونه بیرون رفت ابو تلحه از خونه بیرون رفت فقب از سبیو بچه از دنیا رفت در غیاب ابو تلحه انصاری فرزندش یعنی برادر مادری انس از دنیا رفت فلما رجع ابو تلحه قال ما فعل ابنی وقتی که برگشت به خونه سوال کرد از مادر انس از ام سلیم سوال کرد که بچه هم چطور هست که ام سلیم مادر بچه بود ایشون گفت که هو اسکن و ماکان خیلی آرامه هو اسکنو ماکان خیلی آرامش داره امروز ابو تلیم فکر کرد حتما وضعیت بچه من خوب شده بهتر شده که الان آرام گرفته فقربت إليه العشاء فتعشى ام سليم شام آورد و به ابو تله شام داد و با هم شام خوردند ثم اصاب منها و هنگام خواب فرا رسید هم بستر شدند فلما ما بعد از این که هم بستریشون تمام شد قالت وارو وارو سبیه بچه را به خاک سفاری دفنش بکنید وقتی که صبح شد ابو تله اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و اطلاع داد را که جریان ما دیشب اینطوری باشه اینطوری بوده فقال عرستم اللیله سوال کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا دیشب شما با هم همبستر شدید ببینید وضعیتی هست در اون زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم رو ابو طلحه اومده به ایشان خبر داده که دیشب فرزند من از دنیا رفته رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال میکنن آیا دیشب شما هم بستر شدید هم خوابگی کردید یا خیر یعنی این که در اون زمان بزرگترین مصیبت ها رو هم اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تحمل میکردند بگونه ای که گویا مصیبتی اتفاق نیفتاده و هر چند که ایمان انسان قوی تر باشد تحمل و صبر انسان در مقابل مصیبت ها بیشتر خواهد بود ایشون هم در جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که نعم بله رسول الله صلی الله علیه وسلم برایشون دعا کردند که اللهم بارک لهما اللهم بارک لهم پروردگار را برایشون برکت بده یعنی در خمخوابگیشون و در همبستری دیشبشون پروردگار را برکت بینداز جهران را مختصر میکند و میفرماید که فولدت غلاما انس میگوید که از اون شب یک بچهی به دنیا آمد فقال لی ابو تلحه ابو تلحه که شوهر مادرش بود میگوید که به من گفت که احمله حتی تأتی به النبی صلی الله علیه و سلم این بچه را نوزاد را بردار و برو پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و چند دانه خرما هم دست انس داد که اینها را ببر با خودت فقال امعه شیء رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا با این بچه و نوزادی که آوردی چیزی هم هست یعنی خرمای چیزی هست که همراه این بچه باشد قال نعم انس گفت که بله یا رسول الله تمرات چند دانه خرما هست فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خورما ها را گرفتن فمزقها با دندان خودشون نرم کردن جویدن ثم اخذها من فيه فجعلها في في, في السبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خورماهی را که در دهان خودشون نرم کرده بودند گرفتند و در دهان این کودک و نوزاد گذاشتند ثم حنکه تحنیکش کردند یعنی این تعم را در دهان اون کودک در واقع انداختند و سماه عبدالله و سماه الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم آن کودک را عبدالله نام گذاشتند این یکی از عادات اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود هنگامی که کودکی و نوزادی در واقع به دنیا می آمد آن را می فرستادند فیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که اولین چیزی که در دهان این کودک گذاشته می شود آب دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد تحنیکش بکند یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست خودشون غذایی را یا تعمی را مانند شیرینی یا خرمایی را در دهان این کودک در واقع بگذارد این جزء خصوصیات رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که آب دهانشون و وجودشون مبارک بودند اما بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کسی این برکت را ندارد و ما نمی توانیم که به آب دهان کسی یا به یکی دیگر از وسایلش تبرک بجوییم برای ما برکتی رو ندارند این ویژه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده هر عالمی هر دانشمندی هر درویش و ولی به هر مقامی که برسن باز هم به این مقام نیستند و در این حد نیستند که مسلمانان از آنان تبرک بجویند تبرک جستن یعنی این که ما تبرک بگیریم از یک جایی که با برکت هست مبارک هست ما از کجا بفهمیم که فلان انسان مبارک هست برکت را الله متعال میگذارد در کجا الله متعال گفته که فلان عالم و فلان صوفی و فلان درویش و فلان ولی و فلان امام و امامزاده برکت دارد چون این چیزی ثابت نیست پس بنابراین این ویژه رسول الله صلی الله علیه و سلم است در روایت دیگر در صحیح بخاری در این زمینه اومده که ابن عیینه رحمت الله علیه میگوید که فقال رجل من الانصار یکی از انصاری ها یک مردی از انصار گفت که فرعیت تسعت اولاد کلهم قد قرأوا القرآن یعنی من اولاد عبدالله میگوید که یکی از انصار گفت که من نه نفر از فرزندان همین عبدالله را همین عبدالله فرزند ابو را که رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشون دعای برکت کرده بودند و تهنیک کرده بودند و نامگذاری کرده بودند میگوید من نه تا فرزند از فرزندان این عبدالله و این کودک را من دیدم که همه قاری قرآن شدند این به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم هست همین جریان را امام مسلم رحمت الله علیه در کتاب خودشون یک مقداری مفصلتر آوردند در روایت مسلم آمده که مات ابن لعبی تلحه یکی از فرزندان ابو تلحه از ام سلیم درگذشت پدرش ابو تلحه مادرش ام سلیم ام سلیم هم مادر انس ابن مالک ابن نظر هست فقالت لأهلها لا تحدثوا ابا تلحه به ابنه به خانوادش سفارش کرد ابو که نبود در خونه گفت که ابو تلحه اومد کسی حرفی نزند هیچ کسی بیشون اطلاع ندهد که فرزندش و این پسرش از دنیا رفته حتی اکون انا احدثه تا اینکه خودم چیزی نگفتم کسی حق ندارد که در این موضوع صحبت بکند فجاء فقربت الیه عشاء فاکل و شرب ثم تسنعت له احسن ما کانت تصنع قبل ذلك وقتی که ابو تله برای شام آورد آب آورد ابو تله خورد و نوشید و جالب اینجا هست که در این روایت اومده که ام سلیم خودش را آرایش کرد بهترین آرایشی که ممکن بود تا اون شب به اون اندازه آرایش نکرده بود شبی که فرزندش فوت کرده بیشتر از شبهای گذشته آرایش میکرد امروز پیدا میشوند زنانی که این گونه عمل بکنند در شب وفات فرزندش بهترین آرایش را کرده بود فوقع بها با همدیگر هم بستر شدند فلما ان رأت انه قد شبع و اصاب منها قالت وقتی که کارشون تمام شد از همدیگر کام گرفتند قالت یا ابا تلحه گفت ای ابو تلحه ام سلیم به شوهرش ابو گفت این جملات را دقت بکنید خیلی زیبا هست زمین سازی می کند برای اینکه خبر مرگ فرزندش را به اون بدهد گفت که ارائیت لو ان قوما اعاروا عاریتهم اهل بیت فطلبو عاریتهم الهم ام این یمنعوها ابو راستی اگر همسایی به ما عاریتی داده باشه امانتی داده باشه که ما چند روزی از آن استفاده بکنیم بعد از آن بیاید و امانت خودش را و آریتش را از ما پاس بگیرد از ما بخواهد که اون وسیله ای رو ابزاری رو کالایی رو که من به شما امانت دادم اونو به من بازگردانید آیا ما می توانیم که اون را انکار بکنیم پیش خودمون نگه داریم بگیم که نه تو چنین چیزی رو نداری ما نه، اصلا نمیدیم این وسیله رو به شما آیا چون این چیزی ممکن هست؟ قال لا نه گفت که نه چون این چیزی ممکن نیست اگر کسی امانتی به شما داد امانت را باید به صاحبش بازگردانید فقالت فحتسب ابنک پس در گزشت فرزندت را ازش امید ثواب داشته باش امید ثواب داشته باش از وفات فرزندت این فرزند هم آریت الهی بود امانیت امانت الهی بود چند روزی در اختیار من و تو بود الله متعال اون رو گرفته فغضب ابو طلحه ناراحت شد ثم قال ترکتنی حتی اذا تخت و ثم اخبرتنی به ابنی تو مرا گذاشتی اجازه دادی که من جنوب بشم و به تعبیرش این آلوده بشم. بعد از این به من خبر دادی که فرزندم وفات کرده فانطلق حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان ابو طه رفت پیش رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جريان را برای تعريف کرد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما الله متعال در شب شما برکت قال فحملت بخاطر برکت رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سليم باردار شد خب این جریان را کل جریان را با همدیگر در واقع جمع کرده باردار شد و زمان وضع حمل را در این روایت هم آورده و در این روایت در ادامهش آمده که و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سفر و هی معه رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک سفری بود که ام سلیم همراه رسول الله بود یعنی با شوهرش همراه بودند در رکاب رسول الله صلی الله و سلم در سفر بودند و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اتى المدینه من سفر لا يترقها طرقا عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم و یکی از سنت ها و آداب این هست که و عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که بی خبر از سفر بر نمیگشتند یعنی خانوادهش را غافلگیر نمی کردند بیخبر نمی آمدند وقتی که نزدیک مدینه می رسیدند شب وارد نمی شدند می تونستند که شب برند به خونه برسند اما رسول الله صلی الله علیه وسلم شب وارد نمی شدند بیرون مدینه می ماندند و فردایش یک کسی را پیشواز می فرستادند که خبر ببرد و بعد از این رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد می شدند در این سفر هم که ام سلیم و ابو طلحه همراه بودند وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى المدينه من سفر لا يتركها طروقا فدنوا من المدينه دارين سفر وقتي نزديك مدينه رسيدن فَزَرَبَهَا الْمَخَاضُ ام سليم رو درد زائمان گرفت نزدیک مدينه رسیدن هنوز بمدينة مدينه نرفتن فحت بس عليها ابو طلحه ابو هم که همراه بود خب مجبور بود کنار همسرش بیستد صبر بکند بیرون از شهر مدینه درد زایمان گرفته بود و نمی توانست که با کاروان حرکت بکند و رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت کردند این به طرف شهر مدینه انس رضی الله تعالی می میگوید که ابو طلحه این گونه دعا کرد که انک لتعلمو یا ربه پروردگار من تو میدانی انك لا تعلم يا ربي اي طر وارد قاري من تمدانيت ان يعجبني ان اخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج وادخل معه اذا دخل اي الله تمدانيت من خيلي دوست دارم که همراه با رسول الله صلى الله عليه وسلم از مدينه خارج بشم و همراه ایشان وارد مدينه بشم من هم با رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست دارم و قد احتبست به ما ترا پروردگار وضعیت مرا میبینیم ام سلیم مرا حبس کرده نگه داشته به خاطر بیماریش و درد زایمانش تقول ام سلیم ام سلیم که درد زایمان گرفته بود میگوید که یا ابا طلحه ما اجد کن تو اجد دردم رفت الان من دردی رو احساس نمی کنم انطلق فانطلقا فانطلقنا گفت که حرکت بکن و ما هم حرکت کردیم ام انس هم که در اونجا بوده ظاهرا سیغه جمع را آورده گفت که حرکت بکن ما هم حرکت کردیم این هم به برکت دعای ابو تلحه انصاری رضی الله تعالی عنهم میگوید حرکت کردیم وقتی که به مدینه اومدیم و ضرب حل و حین قدما به مدینه که رسیدن دردش شروع شد و بچه به دنیا اومد فولدت غلاما فقال لی امی در اینجا انس میگه که مادرم ام سلیم به من گفت که یا انس فرزندم انس لا یرزعه احد حتی تغدو بهی على رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی به این بچه شیر ندهد تا اینکه صبح زود این نوزاد را بچه را ببری پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم تا اینکه اولین چیزی که به کام این بچه میرسد آب دهان رسول الله و خرمایی باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم جویدند فلما اصبح احتملته صبح که شد من نوزاد را برداشتم فانتلخت بهی الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و, و رفتن پیش رسول الله صلى الله عليه وسلم و ادامه داستان که رسول الله صلى الله عليه وسلم نوزاد را گرفتند اون خرما ها رو در دهان خودشون جویدند نرم کردند و کام اون بچه رو در واقع مالیدند و شیرین کردند با اون خرما این داستان ام سلیم رضی الله تعالی عنها هست که امروزه هم باید برای زنان مسلمان اسوه و الگو باشد صبر بکنند گرچه در سختترین شرایط باشند که برای زن بزرگترین مصیبت شاید وفات فرزندش باشد اما ام سلیم را اسوه قرار بدهند و الگو قرار بدهند و صبر بکنند که در صبر برکت هست هم این که صبر باعث می شود که گناهان انسان کفاره بشود و هم این که الله متعال نعم البدل را و بهترین جایگزین را الله متعال به انسان مسلمان ان شاء الله عنایت خواهد کرد پس بنابر این همه من و شما صبر را و شکیبایی را که برگرفته از ایمان هست این را سرلوحه زندگی خودمان قرار بدهیم و در تمامی مصیبت‌های های ریز و درشت انشاءالله جزو صابران و شکیبایان باشیم تا برنامه دیگر شما رو به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته